سرخط مهمترین خبرها واکنش ها به تیرباران شدن جوان پنجشیری در پنجشیر. اوکراین ممکن تا چند روز دیگر در مذاکره با روسیه به یک نتیجه برسانیم. طالبان از 30 مورد قاچاق آثار باستانی جلوگیری کردند. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یک از دیگر ویدیوهای کانال خبری ونسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. اوکراین ممکن تا چند روز دیگر در مذاکره با روسیه به یک نتیجه دست یابیم. همزمان با پیشروی نیروهای روسیه به سمت کییف، مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری میکند که تا چند روز آینده به نتایج مشخصی از مذاکرات دست پیدا کنند. هشت صبح کابل. شبکه های خبری CNN روز یکشنبه 13 مارچ به نقل از میخایلو پودلیوک، مشاور ولادیمیر زلنسکی، نوشته است که فکر میکند در چند روز آینده به یک نتیجه از مذاکرات دست یابند. گفته است که روسیه نسبت به موضوع اوکراین حساس تر می شود و گفتگوهای سازنده را آغاز کرده است. با این حال وی تاکید کرده است که پیشنهادات اوکراین از جمله خروج نیروهای روسی و آتش بس فوری روی میز است. او در حال از احتمال دست یافتن به یک نتیجه از مذاکرات خبر داده که روسیه نیز گفته است که این مذاکرات پیشرفت خاصی دارد. روسیه و اوکراین از زمان آغاز جنگ تا کنون 3 بار با هم گفتگو کرده اما به نتیجه ملموس دست نیافتند. این در حالی است که آمالت نیوز روی برگه فیسبوک خود می نویسد تیرباران شدن یک جوان پنجشیری علیم فدایی ظلم کشور را به سوی جنگ داخلی و قومی می کشاند. کبیر واثق معاون پیشین والی پنجشیر نیز واکنش نشان داده و گفته است که بلال به دست طالبان اسیر شده بود و به جرم پنجشیری بودن کشته شد. او افزود نمی بخشیم و نفراموش می کنیم. این در حالی است خبرگزاری افاق می نویسد طالبان از 30 مورد قاچاق آثار باستانی جلوگیری کردند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان می گویند که تا 6 ماه حکومتشان از 30 مورد قاچاق آثار باستانی جلوگیری کرده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان امروز یکشنبه 22 مهود که از روز ملی حفاظت از میراث‌های فرهنگی با برگزاری نمایشگاه تحت عنوان نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی هنرمندان افغانستان در کابل تجلیل کردند، گفتند که از 30 مورد قاچاق آثار باستانی جلوگیری کردند. سعدالدین سعید معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این مراسم گفته است که رهبری دولت طالبان عزم و اراده جدی برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی و تاریخی افغانستان دارد و اجازه نمی‌دهد کسی دست به قاچاق بزند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته است که ما در 6 ماه گذشته از 30 مورد قاچاق آثار باستانی جلوگیری کردیم و در پیوند با آن 10 قاچاقبر را بازداشت کرده و 5 قانون سپرده ایم. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در این مراسم گفته است که کشور ما در مسیر آینده خوب و پیش رفته است، در حرکت است و همچنین در عقب خود هم تاریخ و فرهنگ و والایی دارد و افزوده است ما افتخار داریم که ملتی بوده ایم که دارای فرهنگ، دانش و زندگی خوب بودیم و حالا هم وظیفه همه ماست که از میراث فرهنگی خیش نگهداری کرده و آن را به نسل‌های آینده خیش انتقال دهیم. سخنگوی طالبان همچنین گفته است دولت طالبان همان طور که متوجه امنیت، اقتصاد و حفظ سرحدات خیش است از میراث‌های فرهنگی و تاریخی افغانستان حفاظت خواهد کرد. وی با بیان اینکه رهبری دولت طالبان در زمان جنگ نیز فرمان حفظ آثار باستانی و جلوگیری از کندنکاری های غیر قانونی را به همه مسئولان نظامی ولایات داده بود، گفت ما در زمان بسیار سخت میراث فرهنگی و تاریخی خیش را حفاظت کردیم و حالا هم به هیچ کس اجازه نمی دهیم که دست به قاچاق آثار باستانی و کندنکاری های غیر قانونی بزند. سخنگوی طالبان تایید کرده است که اقلام مختلف آثار باستانی که از مس عینک به دست آمده بودند به زودی به موزیم ملی افغانستان
سپرده می شوند. این در حالی است که طالبان قبلا نیز اعلام کرده بودند که آثار تاریخی بخشی از هویت ماست و باید حفاظت شود. آنها اما در دوره اول حکومت خود پیکرهای دوگانه بودای بامیان را که یکی از بزرگترین مفاخر تمدن بشری به حساب می آمد منفجر و منهدم کردند. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز را برای شما به نشر برسانیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود. الله متعال حافظ و نگهدار شما باد.